بامداد امروز 397 تن از ساکنان اشرف به درخواست رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پی فراخوان‌های دبیر کل ملل متحد، وزیر خارجه ایالات متحده و نماینده عالی اتحادیه اروپا به کمپ لیبرتی رفتند. حرکت ستون پس از 12 ساعت بازرسی و تفتیش کینتوزانه و تلاش برای سرقت اجناس از سوی برخی از مأموران عراقی که با اعتراضات و شعارهای کوبنده مجاهدان اشرف واپس نشانده شد صورت گرفت. کاروان مجاهدین در ساعت 2 بامداد از دروازه اصلی اشرف به جانب کمپ لیبرتی حرکت کرد. دوازده ساعت بازرسی و تفتیش با سکهای یکان پلیسی و آکنده از اشکال تراشی و رفتار ضد انسانی و ممانعت‌های غیر قانونی از انتقال ضروری ترین وسایل صورت گرفت. ماموران عراقی به خواست ولی فقیه ارتجا از بردن میز و صندلی و وسائلی مانند کارد میوه‌خوری، بخاری نفتی، وسائل ارتباطی، شوفاژ، زیراکس، دوربین های فیلم برداری و صندلی های چرخدار مورد نیاز بیماران ممانعت کردند. دو تن از مجاهدان به خاطر گرفتن دوربین عکاسی و صندلی چرخدارشان حاضر به رفتن نشدند. ستون مجاهدان اشرف در ساعت 6:30 بامداد امروز شنبه پس از 48 ساعت بیدارخوابی و درگیری با انواع و اقسام اشکال تراشی ها در ورود به لیبرتی با موج دیگری از بدرفتاری و اصرار بر بازرسی های غیر قانونی و رفتارهای غیر انسانی از سوی مأموران عراقی روبرو شد. دشخیم جنایتکار صادق محمد کاظم که به خاطر کشتار مجاهدین در 6 و 7 مرداد 1388 و 19 فروردین 1390 در دادگاه اسپانیا تحت پیگرده است، در صحنه حاضر شد تا مجدداً به بازرسی و تفتیش مجاهدین اقدام کند. اما کسی از اتوبوس ها پیاده نشد و مجاهدین بلادرنگ خواستار بازگشت به اشرف شدند و قاطعانه اعلام کردند که به هیچ قیمت حاضر به قبول تحمیل‌های عوامل نیروی تروریستی قدس و رژیم ولایت فقیه در عراق نیستند. آنها تأکید کردند که هرگز و به هیچ قیمت تن به زندان سازی در لیبرتی نخواهند داد. متعاقباً ناظران ملل متحد و تیم مارتین کوبلر که در برابر رفتارهای ضد انسانی و نقض آشکار قوانین بین المللی بیعملی و سکوت و فشار آوردن بر مجاهدین را پیشه کرده است وارد صحنه شد تا مجاهدین را به تبعیت از فرامین دشقیم صادق محمد کاظم متقاعد کند، اما فایده‌ای نکرد. سپس تماس‌های فشرده‌ای بین مقامات ملل متحد و مقامات آمریکایی
برای پادرمیانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاریس آغاز شد. در پی اعتراض‌های نماینده ساکنان اشرف در خارج از عراق، در تماس با مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیر کل، مأموران عراقی به تحمیلات غیرقانونی برای بازرسی مجدد مجاهدان اشرف خاتمه داده و صرفاً به بو کشیدن وسائل توسط سکهای یکان پلیسی اکتفا کردند. مقامات آمریکایی در بغداد و واشنگتن و همچنین مقامات ملل متحد به وضوح دریافتند که دژخیم صادق محمد کاظم جز برای حادثه سازی و شلیک و درگیری به صحنه نیامده و باید عقب کشیده شود. دژخیم مزبور عیناً مانند رفتاری که 2 سال پیش برای نادم سازی و بریدگیری در جریان 36 گروگان اشرفی داشت، بر در هر بنگال کاغذی نصب کرده بود که اگر کسی از مجاهدین جدا شود، وی را به سرعت به خارجه خواهد فرستاد و امکانات کافی در اختیارش قرار می دهد. مجاهدان اشرف اما این برگه های ننگین را برکندند و مانند عکس های ولی فقیه ارتجا زیر پا لگد مال و به سطل زباله ریختند. در اثناء بالا گرفتن بحران و در زمانی که کنترل اوضاع از دست خارج می شد و مجاهدین مصرانه خواستار بازگشت به اشرف بودند، نماینده ویژه دبیر کل از لیبرتی با خانم مریم رجوی در پاریس تماس گرفت تا رئیس جمهور برگزیده مقاومت یک بار دیگر برای حل و فصل مشکلات ایجاد شده مداخله کنند. نماینده ویژه دبیر کل ضمن گزارش وضعیت در لیبرتی بر تعهد ناظران ملل متحد برای حل و فصل مشکلات ایجاد شده تأکید کرد و گفت پس از تماس‌های ملل متحد و مقامات آمریکایی با مسئولین عراقی قرار بر آرامسازی وضعیت و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز شده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت حساسیت وضعیت نسبت به رفتار ضد انسانی با ساکنان اشرف طی 48 ساعت گذشته و به ویژه رفتار غیرقانونی در لیبرتی و مداخله یک قاتل شناخته شده را خاطر نشان کرد و نسبت به رفتار ماموران عراقی به ویژه نسبت به حضور ماموران مسلح در محوطه داخلی لیبرتی هشدار داد. خانم رجوی همچنین با یادآوری بیانیه خود در 27 بهمن و درخواست از ساکنان اشرف برای موافقت با رفتن 400 نفر به لیبرتی تکرار کرد گروه‌های بعدی صرفاً بعد از تأمین اطمینان‌های حداقل به ویژه خارج شدن پلیس از داخل محوطه لیبرتی به آنجا خواهند رفت و این به خاطر ممانعت از هر گونه تنش و خشونت و خونریزی مجدد است. طبق آخرین گزارش ها که ساعتی پیش به سیمای آزادی رسید، یکی از مسئولان عراقی در پی تظاهرات و اعتراض شدید مجاهدان اشرف در لیبرتی در محل حاضر شده و اعلام کرده است که صادق محمد کاظم دیگر در اینجا کاری نخواهد داشت و مأموران مسلح نیز از محوطه به درب ورودی می روند. از این پیشتر دژخیم مزبور به گونه اردوگاه‌های کار اجباری و شیوه برخورد با اسیران جنگی فرمان به خط شدن برای سرشماری داده بود، اما مجاهدین او را پی کارش فرستادند تا دیگر به چنین ادا و اطفاری مبادرت نکند و گفته شد که در اینجا کسی سرشماری به شیوه زندان را نمی‌پذیرد و افراد مسلح باید بلا فاصله از محوطه جمع‌آوری و به ورودی کمپ منتقل شوند. در غیر این صورت همکنون مجاهدین باید به اشرف برگردانده شوند.
مجاهدین اعلام کردند تا وقتی که مأموران مسلح عراقی تنها سالن غذاخوری این کمپ را احاطه کردند، از رفتن به این سالن خودداری خواهند کرد. در یک اقدام ابلهانه دیگر، دشخیم صادق محمد کاظم دستور داد که مجاهدین دو به دو در بنگال هایی که او مشخص کرده است بایستی مستقر شوند. اما مجاهدین در این مورد نیز دربان زندان جدید ولایت را به سخره گرفته و پی کارش فرستادند. رژیم پلید ولایت فقیه در آستانه سرنگونی نیاز شدیدی به سرکوب و محدود کردن هرچه بیشتر مجاهدین دارد.